ساعت 4 بعد از ظهر با مهندس باجلان تمرین گلف داره. دیگه ساعت 10 شب هم تو هتل بزرگ شهر یه قرار داره با یه تاجر نیوزلندی زاره. خیلی خوب، تو دیگه برو سراغ کاری که بهت سپردم. دستور قتل منو کی صادر کرده؟ حبیب به من دستور مستقیم داد. حبیب بوری پیر برون چرا نمیری سر وقت فامیلاش؟ آدم وقتی در مونده میشه یاد کس و کارش. خاله، عمه، دایی. کامران که فک و فامیل نده. عمو فامیل حساب میشه یا نه؟ بله، ولی مگه یه دونه عمو بیشتر داشت؟ برو سر وقت زن حبیب. 24 ساعت پیش این ماهواره از ایران و از منطقه نزدیک تهران دیتایی دریافت کرده که بعدی ارتباط امروز ملاده دیگه. نه؟ آره، اون رادیو در صورت خاموش میشه که یا ما از اینجا خاموشش بکنیم یا پیتش خورد بشه. بله رفیق، ما درد داره. پر کردنیه؟ نمیدونم، باید پیسش کنم. کاش مونده بودم تو زندان. چرا هیچ کاری انجام نمیدن؟ بگو برام چی داری؟ اونجا یه انبار اصله هست، توش پر از سلاح، تو جعبه لوازم ورزشی. جا به جا میکنم، خودم دیدم. تو کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ یکی پرسیدم اینجا چی کار میکنی؟ تو خونه من. اینجا خونه شماست؟ من فکر کنم خونه حبیبه. سوال بعد. من همه ی دوستای حبیبو میشناختم. تو دوست حبیبی نیستی. بودم. دروغ میگی. نه. دروغ نه. من هیچ وقت دروغ نمیگم. پس خوب باید بدونی که اون مرده. آره میدونم. من یه زن تنها، نباید پاتو تو خونه من میذاشتی. الانم گردو گم کند تو خونه من، برو بیرون، وگرنه خونه پای خودته. کارتو اصلا دوست نداشتم. این چه طرز مهمون نوازی ها؟ باید همه چی رو بهتون یاد داد. سلام، خسته نباشید. سلام. شما خسته نباشید جناب سرگرم. ما هم همزمان با شما داشتیم تبادل اطلاعات رو رصد میکردیم. تا همین یه ساعت پیش هم هنوز رادیو رادارهای ما ارسال رو داشتن تایید میکردن. آره، یه باتری خورشیدی و دیش و متعلقاتش اونجا جا گذاشته بود که بعد از رفتنش هنوز ارسال اطلاعات ادامه داشته باشه. عجب، پس این فقط میخواسته ما رو گول بزنه. بله، اصلا من وقتی رسیدم اونجا جهت دیش رو ماهواره اینتلسات بود. به محتوای پیام هم میشه دست پیدا کرد؟ از این طریق که نه، چون مک آدرس سرور مقصد رو نداریم. معلوم، براتون توضیح میدم. ببینید، بحث ارسال اطلاعات به ماهواره نقطه به نقطه است. یعنی چی؟ یعنی از نقطه فرستنده به سمت ماهواره. شما هیچ جوری نمیتونید رد بشید. آتایی برای جام سرگو یه دقیقه بیا. باشه.
مثلا این بحث تبادل اطلاعات ماهواره. میگم اگه رو آفرینا متمرکز بشیم احتمالا میتونیم پیام ارسال شده رو دوباره وقتی یه نفر یه جای دیگه دنیا داره اونو دانلود میکنه دریافتش کنیم. بله بله، ما کلید رمزگذاریش هم داریم، میتونیم. خیلی خوب مهران. بله قربان. اولویت ما همون هفته رجس رو دقت کن. چشم قربان، انجام میشه. آخ یادم رفت این ایمان و دکتر ماجرا چی شد؟ اونا که انجام شد. خب ولی ظاهرا هنوز نتونسته اعتماد اینا رو جلب کنه. ولی یه چیز دیگه ای هم میگفت، مثل که دیده که با کامیون اسلحه میارن. با کامیون؟ آره خودش دیده. میخوای پیرزنی رو که دست و پاشو بستی رو بکشی. توف. ببین اگر اهل معامله باشی زنده میمونی. من هیچ پولی ندارم. پول؟ یادم نمیاد حرف پول زده باشم. ببینم من اصلا حرفی از پول زدم؟ شما شنیدی من پول بخوام؟ شما نمی‌بینی؟ هیچ کس نشنیده. جمشید کجاست؟ جمشید؟ برادرزاده حبیب؟ من چه می‌دونم؟ اگه میخوای زنده بمونی باید به من بگی که چجوری میتونم جمشید رو پیدا کنم. ببین منو اگه میشناسیش خوب میدونی هیچ وقت هیچگی نمیدونی کجای دنیا میشه اونو پیداش کرد. نمیتونه. یه بار بهت گفتم همه اینا هم شاهدن. اگه میخوای زنده بمونی باید به من بگی چطوری میتونم جمشید رو پیدا کنم، اگر نه میکشم. منو از مرگ نترسون بچه. بچه خیلی خوب بخش جناب سرگور، عذر میخوام. اگر تمرکزتون رو به هم نمیزنم میخواستم یه موضوعی رو مطرح کنم. چه موضوعی؟ در مورد حبیب کاظمی. آره بگو. قربان توی دیتابیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یه موردی از این آقای کاظمی پیدا کردم. 27 ماه پیش یک مزرعه رو توی آذربایجان غربی به نام خانم زهره بهشتی منتقل کرده. این خانم زهره کیه؟ همسرش. حبیب کاظمی 27 ماه پیش چه کارایی کرده؟ مهمترینش اینه که مرده. یعنی چی؟ یعنی 8 روز بعد از انتقال سند به نام همسرش پنجمین مرگش هم ثبت شده.
با پلیس آذربایجان غربی هماهنگ کن، باید برن به این نشونی. همسرش، فک و فامیلش، هر کیو که پیدا کردن برای بازجویی باید بفرستن مرکز. بگو بکشون چنار با مزه بود. وایسا سر جا محکم گیرش، حالیش نمیشه. بجا وایسا صاحب پسیونه محکم گیرش. من که گفتم این یه ریگی ردیابی چیزی به کفشش، اصلا محالی هم که چیزی نبود که بابا. من که خودم ردیابو دادم بابا، رفیم نندو بزاش کرد. من یارو پلیس بوده دیگه، حالیش نمیشه بابا. بلم کنم حرف میزنم. درش بیار ردیابو دندونش. بابا میگم خودم مامانم رد با لو دادم. خب اینم میگفتم اگه میدونستم. بابا بلکو بلکو شوخ دو گرم دادم دستم بلکو بشین آماده اید؟ محکم نگرشتیم. بس کن
الو مهد، چطوری مهد؟ نمیدونی چقدر از شنیدن صدات خوشحالم. من کیم؟ من همون اسیر ناچار زمانه. آره ایرانم، تو کجای مرد؟ من الان طرف های شمام، تو کجایی؟ شکار کب، کل، بز، همون کلبه شاعرانه؟ بچه ها فرکانسی ها بودید حرکت با حسنی بگی بگی قطع کن موزیکو به به شمایی چشم ما روشه یکی فال خودته؟ نه اون سیکه بچه ها سنه گردم آه از مال خودت نیست؟ نه چیز مهمی توش داره که اینجوری درش شما کردی؟ موسوی بازش کن صادق بگو شا شنیدم محموله سلاح تو پارکینگ ضبط شده سرمون بشیده بسیم موسوی بچه ها را بیافت حرکت کن حرکت کن از کاشف دو به مرکز از کاشف دو به مرکز کاشف دو به گوشم برمون همه چی تحت کنترله محموله سلاح به طور کامل ضبط شد کاشف دو از ورزشکاره غافل نشیم میخوای بیام؟ لزومی نداره قربان ما رجب ایمانو پیدا کردیم البته بدون ایمان اکبر نشد فعلا هم رد سلیم و ایمانو گم کردیم قربان چه دستوری میفرمایید تحقیق کن کاشف دو تحقیق کن بازجویی مجدد کسبه همسایه ها بررسی دوربینای سطح شهر تمام رضا جناب سرگرد دیروز از ماشین شاه باشه می مورد تخلف رانندگی ثبت شده سروان عزیزی مگه نگفتی پلاکو عوض کردی چرا قربان من از سامانه تخلفات پلیس راهور استعلام کردم خوب. شماره پلاک شاه باشه می جزء تخلفات نبود بعد این فرضیه پیش اومد که شاید پلاکش عوض کرده درسته قربان منم داشتم همینو عرض می‌کردم خب من از همین فرضیه استفاده کردم استعلام تمام ماشینای مشابه رو گرفتم به یه مورد تخلف تجاوز از سرعت تو اتوبان تهران قزوین برخوردم ملاحظه بفهمید مهران
با تعقیب سوژه تو مسیرهای مختلف من به یه نتایج هم رسیدم. شهاب هاشمی دیشب از یه پمپ بنزین تو مسیر همدان به سنندج ساعت 23:43 دقیقه بنزین زده که تصویر شهاب رو من از طریق دوربین همون پمپ بنزین دیدم. بعد که مسیر رو دنبال کردم دفعه بعد تو خود سنندج بنزین زده. بگو هر جده متوقفش کنم. چشم. کجا داره میره؟ آخرین بار امروز صبح از یه پمپ بنزین توی میاندواب 80 لیتر بنزین زده. میاندواب یعنی آذربایجان غربی. ثبت اسناد اصول آذربایجان غربی، خانم زهره بهشتی، زنامه جمشید کاظمی. این داره میره مزرعه عموی کامران. کجاست این اسیر ناچار زمانه؟ بیا اینجا با هم اسیر ناچار زمانه. بابا زود رسیدی، پرواز کردی. این ورا دلم برای تنگ شده اون مرد. منه به خودم گفتم جمشید تو چه کار میکنی؟ این همه درس خوندی، دانشگاه رفتی که اینجا برج هوا کنی، پل بسازی، ساختمون بسازی، جاده بسازی واسه خارجی ها؟ و مملکت خودت چی؟ آشو جمع کن برو وطنت، برو بیش احد. خوب داری کردی. بیا بریم بالا یه چایی بهت بدم، خستگی از تنت بره بیرون. بیا بیا اسیر ناچار زمانه. اسیر ناچار زمانه هنوزم. کله قوچ نه نکنه گوزنه. بذار خیالتو راحت کنم، کوهی نیست. گرازم که نیست، پس چی میمونه؟ گوسفنده. گوسمند. گوسفنده. نگی گوسمندم میزنی؟ والا گفتم بعد عمری اومد اینجا قید شکار رو زدیم، گفتم اومدیم و شکار گیرمون نیومد. خوبیت نداره رفیقمون بعد عمری اومده گشنه بگیره بخوابه. اینه که سر را به یه گلدار گفتم این بره را برام بکشه. گوسفند. گوسفنده. دستای من اینو دارم به نیت گوزن میخورم. گوسفنده. بگو ببینیم چی کارا کردی، کجا بودی؟ یه مدتی اروپا بودم، درس و دانشگاه و کار، کار سخت. زندگانی دیگه، منتها خوبش اینه که خوب و بعدش میگذره. ولی بگو ببینم چی شد یاد من کردی؟ گیر کردم عهد، گیر کردم. چرا؟ با یکی از همکلاسی‌های قدیم یه شرکت زدیم، یه شرکت مهندسی. کاروبارمون هم بد نبود، هر روزم بهتر میشد، پول رو پول میذاشتیم. اینکه زد اون نامرد همه چی رو برداشت رفت. کجا رفت؟ یه سال که هر چی دنبالش گشتم اصلا انگار آب شده بود، رفته بود زیر زمین. من موندم و یه مش طلبکار. روزگارم رو سیاه کرد. برو دادگاه بیا، برو دادگاه بیا. زندگی آرام نذاشتم. ممنوع خروجم کردن. حتی چه پنهون یه چند وقتی هم زندان بودم. زندان؟ ای دیگه، به قول خودت زندگانیه دیگه. چطور نتونستی پیداش کنی؟ بالاخره پیداش کردم. کجا؟ نامرد رفته ترکیه با یه اسم جعلی، واسه خودش دفتر دستک رو انداخته، شرکت درست کرده، میلیاردره. چرا نمیری یقش رو بگیری بدی دست قانون حسابش رو برسه؟ میگم ممنوع خروجم.
میگم یه هفته به من وقت بدین من برم این نامرد رو بگیرم بیارم تحویل قانون بده. میگن 6 میلیارد وثیقه بسن. خب بذار. 6 میلیارد؟ آره. بگو 6 میلیون، بگو 6 تومن. منم همین یه دست لباس. همه چیزمو برد. چرا سند مزرعه عمو رو نمیذاری؟ نمیشه بابا، تو فامیل درست نیست، اون نمیشه. ببین من خیلی این در رو در زدم نشد. حالا چیکار میخوای بکنی؟ میخوام از مرز رد شم، میخوام رفیق قدیمیم احد من از مرز رد کنه، برم اون نامرد رو بگیرم بیارم تحویل قانون بدم. اگه من مرده باشم که نتونی بری اون بر، شده با ارتش ترکیه جنگ کنم ردت میکنم بری. نگران نباش مرد، تو این برادرم میکنم. عزیز محسوس شما چه. من دیگه حوصله‌ام سر رفت، فکر کنم باختین. امشب شام مهمون شماییم. نه خیرم، یه دقیقه صبر کنید دیگه. بله منم فکر میکنم پروژه با شکست مواجه شده. بابا یه لحظه وایسا دانشی تمرکز کنه دیگه، تو رو خدا بابا. باشه بابا باشه. جمع کن. ما حاضریم با قدرت. بفرمایید. شنیدم که گفت با قدرت. آره بله آماده این. ما حاضر. خب بفرمایید. مسیر و هدف رو شما تعیین کن. بابا تعیین کنه مسیر و هدف. بیا بیا با همینجا بفرما. اینجا؟ بله. رو اوپن؟ بله. من یه مقیقه سرم خوله رو در نهی بردیم. چرا؟ همه جا رو همون به غیر از اوپن. اوپن جز خونه نیست؟ من از کجا میدونستم شما میخواین هدف رو اوپن بذاریم. اینم هدف. بفرما. هدایتش کن بدون کمک دست. بیاد قشنگ بخوره اینجا. بریم. چی شد؟ دو تا متر بزنم. نه دیگه جرزنی نداره. باختی. نه نه اشکالی نداره. حالا یه بار بهشون ارفاق کن. باش بزن. سویلا متر. وقت زیاد نداری یا؟ همون تموم میشه. تموم؟ الان تموم میشه. دفتر. موسیقی
شد؟ بریم؟ بله بفهمی؟ بریم بخون هشت جلو خیلی خوب بود. اینم از این. حالا اگه بتونم کل نقشه خونه رو با مقیاسش تو ذهنم بسپرم میتونم از بیرون خونه ربات رو هر جا که بخوام بفرستم، یعنی جابجاش کنم. عجب. عالیه. چه جالب. آفرین. یه ذره کار ده. باری کلا مامان. تو کی بیدار شدی؟ من یه ساعتی هست میدارم. چایی هم درست کردم. بیا، بیا نون پنیرم هست، بیا. درست. من یکی دو تا مسیر رو رفتم ولی چیز زیادی دستگیرم نشد. الان دارم رو آنالیز رنگا کار میکنم. خواهش میکنم، خدا نگه. جناب سرگرد، من همین الان با مسئول اطلاعات جنایی پلیس آگاهی و رومیه تماس گرفتم. متاسفانه خانم زهره بهشتی تو ملک شخصی خودشون به قتل رسیدن. پس شهاب کار خودشو کرد. هماهنگ کنه من با اولین پرواز اونجا باشم. چشم.